پیدا کردن هدف و شغل ایدئال کار ساده ای نیست و فقط با خوندن و کارگاه شرکت کردن به دست نمیاد، چون نیاز به تلاش کردن و کار کردن بر روی اون داره. پیدا کردن اهدافتون تو یکی دو روز اتفاق نمیافته و گاهی باید سالها زمان بذارید تا هدف زندگیتون رو پیدا کنید. اما وقتی پیدا کردین، کیفیت زندگیتون عجیب غریب تغییر پیدا میکنه و روابطتون، وضعیت مالیتون و خیلی از مشکلاتی که الان باهاش روبرو هستین رو بهبود میبخشه. یکی از اصلی ترین دلایل پیدا نکردن اهداف و علایقمون اینه که درست نمیدونیم چه کسی هستیم، چون تا حد زیادی تحت تاثیر خانواده، جامعه، دوستان و علایق القا شده توسط اونا بودیم و نتونستیم خود واقعیمون رو پیدا بکنیم و استعدادهامون رو دریابیم. احتمالاً خیلی کارهایی که الان مشغول انجامش هستیم رو اصلا نباید انجام بدیم، چون اینجور کارها برای خود واقعیمون اهمیتی نداره. یکی دیگه از دلایل پیدا نکردن علایقمون اینه که تجربه های کمی داریم. ما خودمون رو در اتاق، خونه، دفتر کارمون حبس کردیم و فراتر از اون نمیریم و درست مثل این که درون یک حباب گیر افتادیم و اینقدر تمرکزمون رو روی اون کارها گذاشیم که چیزای دیگر رو نمیبینیم. اما همین که میدونید شغل فعلیتون رو دوست ندارید یا تو زندگیتون هدف خاصی ندارید، این یعنی یک پله رو به جلو، چون شما آگاهید. یکی از ضروری ترین کارهایی که در پیدا کردن اهدافتون باید انجام بدید اینه که یه زمانهایی رو با خودتون تنها باشید. بشینید، فکر کنید، بنویسید و تحلیل کنید و از خودتون سوال بپرسید. چرا من از این کار، از این آدم خوشم میاد اما از اون یکی نه؟ من چه چیزهایی رو راجع به زندگی دوست دارم؟ چه کارهایی برای من یه سرگرمی جذاب به حساب میاد؟ چه موضوعی هست که میتونم ساعت‌ها راجع بهش تو اینترنت سرچ کنم و کتاب بخونم؟ و حالا چه جوری میتونم از سرگرمی هام پول درارم؟ نگاه کنید، سرچ کنید و ببینید چه کارهایی بوده که شما از وجودشون بی اطلاع بودید و اونها رو تجربه کنید. 2 سال زمان بذارید و کارهای متفاوت رو امتحان کنید. 2 سال در مقابل 1 عمر کاری رو بدون علاقه انجام دادن زمان زیادی نیست. شما تا 1 چیزی رو امتحان نکنید نمیتونید مطمئن بشید واقعا دوستش دارید یا نه. مثلا من نقاشی کردن رو دوست دارم. قدم اول اینه که کلاس‌های نقاشی رو ثبت نام می‌کنم که ببینم آیا واقعاً دوستش دارم. اگر دوستش نداشتم میرم سراغ کار بعدی، اما اگر دوست داشتم و می‌خواستم که بیشتر راجع بهش بدونم، در دانشگاه رشته نقاشی ثبت نام می‌کنم. و قدم سوم اینه که حالا چه جوری می‌تونم از نقاشی کردن پول درارم. بعد از کلی سرچ کردم به این نتیجه می‌رسم که می‌تونم یک بلاگر نقاش بشم و ویدیوهای آموزشی بسازم یا نقاشی کنم و اون‌ها رو چاپ کنم و تبدیل به قاب موبایل، ماگ و چیزای دیگه بکنم. میتونم نقاشیامو رو لباس بکشم و بفروشم یا اینکه تدریس بکنم و هزاران راه حل دیگه. آدم‌های جدید یعنی داستان‌ها و ایده‌های جدید. با آدم‌ها حرف بزنید، راجع به تجربه‌های شغلیشون سوال کنید و افرادی رو دنبال کنید که علایقشون رو تبدیل به شغل کردن. ذهنتون رو به تجربه های جدید باز کنید. غذاهای متفاوت، موزیک های جدید، سبک تازه از کتاب یا حتی جاهای جدیدی که قبلا نرفته بودید. شما با این شیوه درک تازه از علایقتون پیدا می کنید و متوجه می شید چه چیزهایی رو دوست دارید که قبلا هیچ ایده‌ای راجع بهش نداشتید و از حباب و منطقه امنتون خارج می شید. شما با هر کتاب با دنیای جدیدی آشنا میشید که قبلا تجربهش نکردید. کتاب‌ها ساده ترین راه برای آشنایی با دنیاهایی است که به چشم ندیدیم، اما با خوندنشون میتونیم خیلی یاد بگیریم. پس کتاب خوندن رو دست کم نگیرید. رفتن خیلی قدرتمنده و تجربیات عجیب غریبی رو براتون به همراه داره. اگر توانایی مالیتون به سفرهای خارجی میرسه حتما انجامش بدید. لازم نیست حتما به کشورهای پیشرفته و گرون سفر کنید. میتونید از کشورهای شروع کنید که حتی در مدرنیته عقب‌تر از کشور ما هستن، اما فرهنگ و طبیعت متفاوتی دارن. و اگر نمیتونید به کشورهای خارجی سفر کنید، سفرهای داخلیتون رو به جاهای متفاوت بیشتر کنید و ببینید دنیا چه پیشنهاداتی برای شما داره.
امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوستش داشتید لایکش کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.